سلام عرض کنم خدمت شما دانشجویان عزیز رشته اتاق عمل و همه عزیزانی که ویدیوهای بنده رو دنبال میکنید تو این ویدیوی جراحی میخوایم در مورد عمل دی صحبت کنیم دی پی یک, پر... کار جراحیه که ما توی عملهای اورژانسی انجام میدیم حالا عمل اورژانسی نه یه... یه... یه کار تشخیصیه دی پی ال. مخفف چی هست؟ دی به معنی دایگناستیک هست دایگناستیک پی میشه پریتوان یا پریتوینال و ال هم به معنی لاواژ هست قرار ما مقداری سرم بریزیم توی پریتوان و مجددا همون سرم رو برگردونیم ویدوی جراحیش رو با هم دیگه خواهیم دید اول اندیکاسیون ها رو بگم و حالا مواردی دیگه ای که نکاتی که هست توی اتاق عمل در موردشون باید بلد باشید رو بگم و همینطور تشخیصش خب ما این DPL رو در چه مواردی انجام میدیم؟ اندیکاسیون ها اندیکاسیون های DPL شامل یک تروما همودینامیک اول اینکه ترومایی که باعث اختلال در همودینامیک بشه مخصوصا تروما های بلانت پس بلانت تروما با اختلال در همودینامیک یعنی اینکه بیمار در همودینامیکش اختلال به وجود بیاد دو در تروماهایی که به شکم و قفسه سینه وارد میشه و چی هستن استاب انسیژن هستن استاب یعنی با چاقو زدن با یک وسیله تیز زدن پس استاب اینسیژن هایی یا حالا چاقو خوردگی هایی که به قفسه سینه و همینطور چی هستن شکم در این بیماران حتی اگر ما اختلال همودینامیک نداشته باشیم باید مجدد این عمل جراحی رو براشون انجام بدیم سومین حالت هم توی مواردی هست که شخص مثلا یک با گانشات گانشات همون توفنگ های یا وینچستر اگر ما بیمار داشته باشیم که توسط گانشات یا توفنگ های ساچمه ای توفنگ ساچمه ای ضربه خورده باشه ما اینا رو باید چیکار کنیم حتی اگر همودینامیک استیبل باشه حتی اگر همودینامیک استیبل باشد خب پس ما تو این سه حالت میایم و این دی پی انجام میدیم و داخل شکم رو اون پیتوان رو یه کاری میخوایم براش انجام بدیم که توی ویدیو جراحیش بهتر خواهید دید خب این کار رو چجوری انجام میدیم چجوری انجام دادنش رو توی ویدیو خواهیم دید اما توضیحات کلیش رو اینجا بگم به بهتون ببین اگه این مثلا شکم طرف باشه این شکم طرف باشه خب این میشه اینجا تقریبا میشه ناف من رنگ این رو قرمز تبدیل کنم خب این ناف اگر باشه ما یا بالای ناف انجام میدیم یا پایین ناف چیو؟ اینکه یک لوله ببریم داخل شکم و سرم بریزیم سرم اینجاست از طریق یک لوله میخواد بیاد داره بره داخل شکم سرم چیه؟ نرمال سالینه نرمال سالینه معمولی که توی اتاق عمل داریم حالا اینکه این چه جوری بیاد بره توی شکم اپروچ ها میشه یکی بالای سوپرا آمبلیکال یا اینفرا آمبلیکال امبلیکال خب منظورمون همون ناف هست خب اندیکاسیون های سوپرا آمبلیکال. اول اینکه به صورت دیفالت ما همیشه اینجا میزنیم یعنی همیشه اینفرا امبلیکال انجام میدیم یعنی زیر ناف انجام میدیم این دیفالته دیفالت ولی این بالایی ما در مواردی انجام میدیم که چی؟ که اول شکستگی لگن داشته باشیم لگن اینجاست دیگه شکستگی لگن داشته باشیم مورد دوم چی؟ زمانی که شخص این پایین یک انسزیون داشته باشه نشون دهنده یک جرایی چون که ما بیام اینجا رو باز کنیم به خاطر چسبندگی یا ممکنه به ارگانهای داخل شکم آسیب بزنیم ما قراره بیام تشخیص بدیم که داخل شکم آیا خونریزی هست یا نه حالا بیام خودمونم باعث ما که دیگه بدتر میشه و کسایی که حامله هستن خانمایی که حامله هستن به خاطر وجود بچه اینجا نمیتونن اینا اینفرا آمبلیکال انجام بدن میرن و بالای ناف رو سوراخ میکنن و میرن داخل شکم خب مورد بعدی که حالا من اسلاید بعدی رو بیارم که با هم ببینیم ببینید ما قرار بیایم اینجا یک دونه لوله بذاریم داخل شکم میبینید اینجا من رنگ خودکارم رو مشکی کنم مجدد یه دونه ببریم داخل شکم و سرم بریزیم خیلی موارد هست ممکنه ما بریم داخل شکم همون اول با سرنگ حدود 5 سیسی 10 سیسی اینجا آسپیره کنیم ببینیم خون داره میاد خب همین تغییر رنگ خود این مایه در واقع پریتوان و همینطور اینکه ممکنه بعضی موقع ها اون بافت توی شکم مثلا تهال باشه تحال خرد شده باشه مقداری ازش رو توی سرنگمون ببینیم بافت اگه بیاد به علاوه خون کاملا مشخص یا اصلا غیر شفاف هر مایع غیر شفافی بیاد ما باید دیگه بیایم و شکم رو باز کنیم اصلا این کار برای این انجام میدیم که ببینیم آیا داخل شکم خونریزی بوده که ما شکم رو باز کنیم یا نه اینجا هم میبینید ببینید پوست زیرجل و این خط وسط میشه لینا آلبا لینا با رو باز میکنیم یه دونه لوله این لوله چیه؟ ما توی ایران از نلاتون استفاده میکنیم ولی خارجی ها یه ست دارن یه ست دارن که اونا از اون استفاده میکنن که بهش میگن ست دی پی ال. ما نداریم اون ست رو حالا شاید من ندیده باشم وسیلاش رو هم خواهم گفت خب مورد آخر این که خب ما سرم رو وصل کردیم اومد توی شکم سرم رو برگردوندیم مجددا داخل خود همون کیسه سرم که اینو توی ویدیو خواهید دید این رو میفرستیم آزمایشگاه این مایه که توی این قسمت جمع شده رو میفرستیم آزمایشگاه خب چند تا حالت پیش میاد برای تشخیص توی این حالت ها ما اگر اینجا رو بذاریم دایگناستیک یا تشخیص تشخیصش توی دو تا حالته اگر ما بلاند تروما داشته باشیم یا ترومای غیر نافذ یا شارپ تروما یا حالا پنتریتین تروما تروما ببخشید اگه من دست خدم خوب نیست خب توی شارپ تروما آزمایشگاه به ما میگه که آقا من صد هزار مثل صد و بیز، حالا من اول نرم کیشو بگم بعد بریم اون حالتش رو بگم آزمایشگاه اگر به ما بگه که بالای 100 هزار RBC یا همون رد بلاد سل گلبول قرمز در میلیمتر مکعب به ما بگه یا 500 وایت بی سی در میلیمتر مکعب به ما بگه بگه آقا از اینها بیشتر باشند یعنی اگر این نمونه که ما فرستادیم نمونه یا سمپل سمپل ما بیشتر از اینها باشه بیشتر از اینها باشه ما میگیم که دی مثبت بوده و باید بیمار شکمش باز بشه یه حالت دیگه هم داریم اینجا که چی اینکه ما داخل شکم خودمون اصلا چی ببینیم گفتم بهتون توی سرنگی که همون اولی یه مقداری آسپیره میکنیم یه مقداری خون ببینیم پس میشه چی میشه تغییر رنگ تغییر رنگ سرنگ سرنگ لاواژ همون سرنگی که داریم آسپیره میکنیم در پنتریت یعنی مثلا طرف چاقو خورده این تصادفیه مثلا فرمون رفته خورده توی شکمش یا مثلا یه موتور سوار بوده خورده به یه تیر برق از اینا داریم تو این حالت ما اعدادمون یه مقداری فرق میکنه اگر هزار RBC در میلیمتر مکعب داشته باشیم یا همون عدد 500 وای بی در میلیمتر مکعب داشته باشیم اینجا دیگه میشه چی؟ پلاس یعنی اگر اون سمپل ما بیشتر از اینها باشه این دو تا عدد باشه مثلا یه ممکنه بگن آقا 150 هزار تا آر بی ما توی سمپلتون دیدیم اینجا مثبت فرض بکنیم 600 تا 700 تا ولی مثلا ممکنه اینجا بگی آقا مثلا من 50 هزار تا توی یه دونه سمپل شما دیدم که این 50 هزار تا چون که از این عدد 100 هزار تا کمتره پس سمپل ما میشه منفی این هم از این مورد آخرین بحثی که هست کامپلیکیشن uh, ها هستن یا همون uh, در واقع عوارض این uh, بیماری یا این حالا ببخشید این uh, جراحی که ما انجام میدیم خب هر پروسیه تهاجمی توی بدن آدم uh, ممکنه یک عوارضی رو وجود بیاره خب کامپلیکیشن ها رو شامل چیه؟ اینه که ما کتتری که میذاریم داخل شکم خوبه؟ کتتر میس بشه یا حالا بد بذاریم داخل شکم خوبه که کاتتر میس پلیسمنت میشه پلیسمنت خب این حالت اول این آرزه اول آرزه دوم خون یعنی اینکه ما خودمون بزنیم ارگان ها رو آسیب بزنیم اگر اشتباه کنم یه اچ داره خب سومین حالت هم میشه چی سومین حالت هم میشه عفونت یا اینفکشن خب تو این حالت سه تا حالت ما آسیب هایی که به شکم حالا عمل جراحی داری انجام میدیم ممکن این عوارض به وجود بیان بریم ویدیو جراحیش رو با هم دیگه ببینیم و در ادامه توضیحاتی که یک کارشناس اتاق عمل باید در نظر بگیره رو اونجا خواهم گفت خب ویدیو جراحی رو با هم دیگه ببینیم فقط این اولی انیمیشن و اون کاری هست که ما توی ایران انجام میدیم ویدیو دوم حالت کلوزش هست که گفتم بهتون این جرایی میتونه یه حالت اوپن یعنی یادم رفته بود بگم یه حالت اوپن داشته باشه که یک برش خیلی کوچیک میدیم یه حالت کلوز داشته باشه که اون یه حالتیه که مثل سیویلاین گذاشتن یه دونه سوزن رد میکنیم از احشاک گذشت برای اینکه ترومای کمتر ایجاد کنیم ولی این حالتی که الان توی این ویدیو میبینیم توی ایران هست و ر خدمتون عرض میکنم رفتید سر عمل لطفا این نکات رو رایت کنید تا مشکلی نداشته باشید یه دونه اکارتور حالا خودکار چنگکی کوچیک. اگه داشته باشید چه عالی اگه نبود دوتا پارابوف کافیه یه دونه سوزنگیر دوتا کلمپ بهتره که برای این عملهای جراحی یه ست لاپاراتومی هم آماده توی اتاقتون داشته باشید چون که ممکنه همون موقع بیان لاواش کنن یهو ببینن خون داره از داخل شکم در میاد پس مطمئن بشن که آسیب دیده داخل شکم و باید شکم باز بشه لاپاراتومی بشه ببینن کجای این شکم هست که داره خون میده یه نکته هم این که چرا اول میشه به جای این عمل جراحی هم از فست استفاده کرد فست هم یک سونوگرافی هست که توی اتاق عمل ها توی بیمارستان ها انجام میشه ولی خب این یه کار جراحیه و این هم یه کار تشخیصیه یه دونه نخ ویکریل یک آماده داشته باشید دو تا کلمپ یه دونه سوزنگی پنست با و یه دونه هم نلاتون بزرگ مثلا نلاتون قرمز نارنجی یه نلاتون بزرگ حالا بر اساس سایز بیمار چون اکثرا این ترمایی ها افراد بزرگ سال هستن از نلاتون بزرگ اگه بچه بود آبی سبز اینها نراتون های خوبی هن. و یه دونه سرم 500 سی سی گرم نرمال سالین هم آماده داشته باشید لوله های آزمایش هم باشه توی اتاقتون و همینطور برگه آزمایش که توی اون پاتولوژی یا حالا سرولوژی رو میفرستید توی آزمایشگاه خب ویدئو رو ببینیم با هم دیگه این حالت اینفرا آمبلیکالش هست که حالت چیش بود حالت دیفالتش بود ایشون هم گفتن که در مواردی مثل پرگننسی قبلا عمل کرده باشه یا شکستی های لگن این کار رو انجام میدیم و میریم از سوپرا آمبلیکال استفاده میکنیم توی دو تا حالتش که خدمتون عرض کردم چه اوپن چه کلوز یه برش دو تا سانتیم سه سانتیمتری میدیم به صورت طولی بعد یه دونه یکی خودکار میذاریم یا با کلم یه مقداری باز میکنیم تا برسیم به فاشیا فاشیا اینجا منظورمون همون لینا آلباس بچه‌ای که آناتومی رو خوب خوندن اینجا متوجه میشن پوست و زیر جل باز شده و اینا هم اینجا هم لینا آلباس لینا آلبا رو با استفاده اول دو تا سوچور میزنن برای اینکه اینو نگه دارن در آخر هم بتونن به راحتی سوچور بزنن با نخ ویکریل یک اگر حالا سنش کمه با ویکیل صفر یا دو صفر هم میشه این کارو انجام داد دو تا سوچور میزنید به سمت بالا میکشونیدش این کار برای اینه که همزمان داخل شکم رو ما آسیب نزنیم با تیغمون برش رو که ایجاد کردیم نلاتون رو میبریم داخل شکم آسپیره میکنیم ببینیم خون میاد یا نه اگه خون نیومد سرمون رو میزنیم سرمون رو وس میکنیم که بره داخل پیتوان این برای اینه که ببینیم کجای این شکم داره خون میده آیا خونی توی پیتوان هست یا نه هر کدوم از احشاء شکمی آسیب ببینن خون میریزه داخل پریتوان ما با آزمایش پریتون میفهمیم که آره یک جایی از داخل شکم داره خون ریزی میده خب پریتوان هم ایشون باز کردن پیتوان لایه آخریه که توی شکم میریم در خط وسط خب توی این حالت کلوزش که بهتون گفتم پوست و زیرجل و بعد فاشی و پریتوان اینها لایه‌ای هستن که دم دست هستن باید پوست شکم رو بکشیم بیاریم بالا این حالت رو توی اون ویدیو دومون بهتر می‌بینیم خب نلاتون رو میبریم داخل اینا ست دارن یه وسیله خاص دارن این انگار نلاتون نیست وسیله دیگه است میبریم سمت لگن و بعد آسپیره میکنیم نگاه کنید اگر خون اومد این شکلی که دیگه تغییر رنگ کاملا واضحیه نشون دهنده اینه که آره پوزتیو مثبته اگر نه روشن بود چون که ما 50 سی مایه پیتوان داریم تو این حالت میایم و این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم ببین توی حالتی که مایه شفاف اومد میایم و سروممون رو وصل میکنیم به شکم تا بیاد مایه داخل شکم بره هیچ وقت نیاید این رو فشار بدید این یه کار اشتباهیه بذارید خود مایه داخل بره داخل شکم 100 سی سی اینا موند از این 500 سی سی یعنی 300 سی سیسی، سی 400 سی که رفت داخل شکم اون رو برعکسش کنید یعنی بندازیدش روی زمین که فشار منفی ایجاد بشه اینجا مثبت اینجا منفی مایه برمیگرده میاد داخل کیسه سرم هم استریل همیشه مشکلی نداره همینو میتونید بفرستید آزمایشگاه ولی ما میایم سرم رو که زدیم همون اول با سرنگ 5 سی سی 10 سی سی ازش رو در میاریم میفرستیم آزمایشگاه یعنی توی لوله و اونا بررسی میکنن ایشون گفته که حتما باید 200 تا 300 سی سی, سی توی اون بگ سروم باشه ولی ما گفتم بهتون ما نلاتونو رو که فرستادیم سرم هم که زدیم میایم همون اول با یه سرنگ بزرگ لاواژ میایم مثلا 5 سی سی 10 سی سی 50 سی سی هر چی در میاریم از داخل شکم میریزیم داخل لوله آزمایش برچسب میزنیم میدیم سیرکولر تا به تحویل آزمایشگاه بده اما اینا اومدن و از این روش استفاده کردن همون کیسه سرم رو انداختن زمین تا خودش برگرده کیسه سرم رو میدن به آزمایشگاه حالا بر اساس اون جایی که دارید کار میکنید اینها ممکنه تغییر کنه اصلا بعضی موقع ممکنه سرم رو که زدن اصلا ممکنه سرم رو بریزن توی رسیور و با سرنگ تومی اون رو کامل بریزن داخل شکم بعد هم با همون سرنگ تومیه اون رو درش بیارن یعنی اصلا سیستم ستسرومی نباشه یعنی میگم این حالت های متفاوتی هست که توی اتاق عمل ها قابل انجامه اگر دیدید براتون حالا عجیب نباشه خب اینها همون صحبت هایی که خدمتون عرض کردم که چه موقع اینها رو مثبت تلقی میکنی بالای ست هزار تا در تروما های و واید بالای 500. خب اگر آزمایشگاه ما منتظر میمونیم ببینید تو این حالت بستیم منتظر میمونیم که آزمایشگاه به ما جواب بده ما حق نداریم بیایم و کلا جرایی رو تمامش کنیم اینجا باید منتظر بمونیم اگر آزمایشگاه گفت که دی پی شما مثبت هست که باید بیا لاپاراتومی کنید شکم رو باز کنید اگر گفتم منفیه خب این دوتا تا سوشور رو میزنید یه حالا یه سوشور این وسط ادامه برای محکم شدن الینا آلبا و بعد زیجل رو میدوزید بعد در مواردی هم نمیدوزن و پوست تموم شد این شد این عمل جراحیمون حالا بریم ویدوی دوممون رو ببینیم اون روی یک شخص انجام میشه بهتر خب ویدوی دوم روی بیمار این روش کلوز هست میگم دو تا روشش خیلی مشابه هست فقط ایشون میاد و اون دو تا روش رو توضیح دادن اینجا من رد میکنم جلوتر تا ببینیم با هم دیگه این مال یک مرکز تروما هست از دانشگاه کالیفرنیا ست داره ستشون رو با هم دیگه میبینیم حالا ایشون یه مقدار این ویدیوشون خودشون یه خود بد درست کرده بودن خب این سیژنم رو میدیم بالای پلویس این بالای آمبلیکال اینجا شکستگی پلویس اتمالا داشتیم یا اون مواردی که بهتون گفتم آسپیره میکنیم اینجا باید مایه شفاف بیاد و بعد با استفاده از یه دونه گاید اینا این سه تو دارن اینجوریه حالا من اون قسمتی که مربوط به خودمون میشرم میگم باز که کردیم ما اینجا یه دونه دو تا پارابوف میذاریم فاشیا رو باز میکنیم یا لینا آلبا رو بعد نلاتون رو میذاریم اون وسط حالا اون نخارم که دیگه قاعدتا زدیم این حالت میبینی که کم تهاجم تره اما خب ما نمیدونیم الان داریم دقیقا چه کاری توی شکم انجام میدیم ولی در کل این الان پروسیجر انتخابی هست یعنی همه دارن اینو انجام میدن ولی ما این ست رو توی ایران نداریم بعد میایم گاید وای رو در میاریم حالا میتونیم سرم رو بهش وصل کنیم اگر خون بیاد از اینجا یا خیلی وقتا ممکن اصلا فشار داخل شکم مثبت باشه خون بریزه بیرون میایم و میبینیم که اون دیگه پلاس یا مثبت هست و باید شکم رو باز کنیم اینجا سرم رو میزنیم داخل شکم 500 سی سی یه لیت زیاده 500 سی سی میزنیم داخل شکم 300 سی سی 400 سی که رفت اوکی دیگه سرم هم ترجیحاً لطفا گرم باشه اون وسیله‌ای که داشتن ما به جای این وسیله میایم و از نلاتون استفاده می‌کنیم یعنی شکم رو باز می‌کنیم نلاتون استفاده می‌کنیم فرقش فقط اینه به نظر خودم جرایی اون حالت اوپنش خوبیش اینه که قشنگ همه چی رو می‌بینید این یه خورده بلایند کوره ما نمیبینیم داخل شکم چه ممکنه بعضی موقع در اثر اون که کسی خوب بلد نباشه ممکنه بزنه و داخل شکم رو آسیب بزنه اینجا فشار مثبت فشار منفی اینجاست و برمیگرده مایه میبینید این مایه رو میدن به پاتولوژی یا آزمایشگاه آزمایشگاه که بررسی کنه و به ما نتیجهش رو بگه خب دیگه این از این جراحی جراحی خیلی کوتاهیه اما اگر حدس به سمت ترما هست یعنی اون جرا معمولا خودشون از قبل یه چیزی به شما میگن میگن که آره فکر میکنم مثبت باشه توی اون حالت با, لاپار... با ست لاپاراتومی میبرید که دیگه یه دونه ست جدید دیگه باز نکنید یعنی همون اول با ست لاپاراتو برید حالا تهش که منفیه دیگه چیزی از دست ندادید ستو میدید بشورن یا استریل کنن خب دیگه این ویدیو چیزی نداره امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونید به وبسایت بنده با آدرس iranward.ir مراجعه کنید اونجا به صورت روزانه ویدیوهای بیشتری رو قرار میدم فقط یه نکتهی هم من یادم رفته بود بهتون بگم اینکه بعضی موقع برای اینکه کل این مایع خارج بشه ممکنه به بیمار پوزیشن هم بدن مثلا ممکنه یه مقداری ترندرلبرگش کنن یا ریورس برگش کنن که سرمه اینجا جمع بشه و بتونه از این محل بیاد بیرون موفق و معید باشید